بیشتر بکوشه یا بیشتر سرکوب کنه که در موقع سازمان های بین المللی ساکت نخواهند شد و لیبی بهترین نمونه است، و یا اینکه آزادی بده که جایی ندارن این آخوندها و جایی ندارن تمام این آدم های و شخصیت های این سیستم و این رژیم و حتی خود سیستم مرکزی هم جایی در ایران نخواهد داشت. بله آقای اهوازی، آیا با توجه به اینکه مدتی موج اعتراضات در خاورمیانه علل خصوص در کشورهای عربی شروع شده ببخشید مدتی شروع شده علل خصوص در سوریه، این روزها که شاهد هستیم بسیار زیادی از مردم سوریه توسط نیروهای رژیم سوریه از پای در اومدن و تنها خواستار اینن که بهشون آزادی بدن، ولی با وجود اینا آزادی داده نمیشه و مدام سرکوب میشه و شیوه جمهوری اسلامی در واقع در سوریه هم داره استفاده میشه. آیا ارتباطی بین تظاهرات ملت عرب اهواز با کشورهای عربی منطقه وجود داره به نظر جناب عالی؟ اگر این ارتباط رو از نظر تاثیرگذاری آدم نگاه بکنه، یعنی تاثیرات سیاسی و به اصطلاح پولمیکی، آره میشه گفت که تاثیر داره، ولی هر کشوری شرایط خاص خودشو داره. کشور حتی کشور عربی هم خودشون در بین خودشون هر کدوم شرایط جغرافیایی سیاسی و حتی اجتماعی خاصی دارن، و به همین دلیله که میبینیم که شروع به اصطلاح اعتراضات مردمی در کشورتون تفاوت داره، در مصر در این تفاوت داره، در سوریه و همچنین در لیبی و در یمن. اما مسئله رو که باید نباید از این فراموش کرد، تاثیرگذاری سیاسی در این دنیای انفرماتیک، در این دنیایی که الان شده تبدیل به یک دهکده شده و خبرها ثانی از ده ثانی از این شرق کره زمین به غرب کره زمین میرسه، با خودش به اصطلاح ندایی را داره که مردم رو وادار میکنه روهای سیاسی اجتماعی را بخصوص در کشورهای دیکتاتور زده و خفهان آوری چون سوریه، ایران یا ویا لیبی و جاهای دیگه، باعث میشه که مردم به اصطلاح به خود بیان و از خود بپرسن مگر از دیگران چه کم دارن و چرا باید. مثلا در آن چه که سوال کردید راجع به مردم اهواز، الان جوانان عرب اهوازی الان سال هاست مردم اهواز از خود میپرسن چرا در حینی که روی دریای از نفت گاز خوابیدن اما بیکاره، چرا در حینی که ثروتمند هستش اما در همان آن فقیره، چرا در حینی که روی ثروت گاز و نفت خوابیده قادر نیست شکم خانوادش رو سیر کنه، چرا وقتی که این همه ثروت داره نمیتواند حداقل امور سیاسی و یا زندگی خودش رو به اصطلاح پیش ببره. و تمام این سوالات وقتی که باز میشه تبدیل به یک نوری مادی میشه در فکر جان افراد که به همون به اصطلاح ندای آزادی میرسند که این به اصطلاح انقلاب افهمتی که در دنیا به اصطلاح بلرزه افتاده در ورده و به خاورمیانه رسید، به کشورهای عربی رسید و به طب از اونجا که تقریبا قریب به اکثر مردم عرب اهواز بالاخره از طریق ساتلایت ها و تلویزیون های فضایی ارتباط میگیرن با دنیای عرب، دنیای عرب رو میشناسن، خب تأثیر گذاری میگیرن و طبعا این تأثیر گذاری باعث میشه که مردم به خیابان ها بیان، اعتراضات دموکراتیک خودشون رو پیش ببرن و یاد بگیرن از دیگر کشورها که چطوری به چه شکلی با توجه به تمام خطراتی که میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه میدونن کشته میشون چون که همینطور هم شد، به خیابان ها میره شعارهای دموکراتیک و مسالمه‌ای رو برای فقط نان و آزادی سر میدن. اما در سوریه شما نگاه بکنید، تا امروز طبق تمام گزارش ها سازمان های بین المللی و مستقل نزدیک در اساس 16 ماست که اعتراضات در سوریه پا گرفت، 350 نفر آدم رو کشتن و شیوه کشتار دقیقا در امن به شکلی در میاد که به شیوه های این به اصطلاح در ایران و در اهواز الان رخ داره میده و الان مشخص شد، معلوم شد و حتی سازمان ها به اصطلاح مستقل هم اعلام کردن که وجود سپاه پاسداران و گردان های به اصطلاح حزب الله که تحت تسلط سپاه قدس ایران هستن در سرکوب مردم سوریه دست داشتن و تعدادی هم در شهر درعا و لازقیه هم دو نفر رو دست مردم دستگیر کردن که به اصطلاح ایرانی هستن و احتمالاً هم سپاه قدس هستن، چرا که به قول خودشون اینا فارسی به اصطلاح عربی تکلم که بعد فهم متوجه شدن که ایرانی هستن. خب تمام این سیاست به این دلیل هستش که بتونن، چرا که
مسئله اینقدر عمیقه در مثلا این اعتراض و این به اصطلاح عمق تحرکات مردمی که تاثیر سقوط سوریه میتواند به شدت باعث تاثیرگذار بیش از آنچه که الان ما میبینیم از طریق انقلابات کشوری سوریه اهمیت خاصی برای ایران داره و میدانیم که سقوط سوریه سقوط کلیه به اصطلاح نفوذ ایران در کشورهای عربی در فلسطین و لبنان خواهد بود، یعنی دیگر به حداقل خواهد رسید و دیگر توانایی این قد و قدرت که الان ایران در خاورمیانه داره دیگر نخواهد داشت. به همین دلیل سوریه یا نظام سوریه برای رژیم ایران، دیکتاتوری نظام ایران اصلا قابل تصور نیست که سقوط بکنه، چرا که میدانند در صورت سلم خوردن و یا سقوط بشار اسد به کلی همه چی متلاشی میشه در سوریه و اون مساوی است با از دست دادن کلی قدرت و یا دست دراز ایران در لبنان و در فلسطین و کنترل حماس و حزب الله هم به کلی از دست اونها خارج خواهد شد، چون دیگه قاعده چون میدونید که تمام تحرکات انتقالات لوجستیکی و تاکتیکی به حزب الله تقریبا 80-70 درصد از طریق سوریه انجام میگیره. به این دلیل انقلاب یا به اصطلاح تحرکات مد اهواز و یا فلسطین یا در سوریه یکی بر دیگری تاثیر میذاره و مشوقی هستش برای مردم و اون به اصطلاح فقرایی که خواهان آزادی اجتماعی و سیاسی و حتی به اصطلاح رسیدن به یک زندگی با کرامتی هستن و این حق مسلم هر انسانی است که و حق و باید تمام سازمان‌های سیاسی، تمام سازمان‌های بشری از به اصطلاح مردم اهواز، مردم سوریه، هر کسی که برای آزادی مبارزه می‌کنه دفاع بکنند. بله. آقای کنانی، جناب علی، به عنوان آخرین سخن آخر، فکر می‌کنین وضعیت خاورمیانه به کجا خواهد رفت و کوتاه دلیل شدت سرکوب در کردستان، اهواز، بلوچستان و بخشی از آذربایجان در چیه؟ عرض کنم خدمتتون آینده خاورمیانه از اون انقلاب هایی که در تونس شروع شد و همکنون در مصر پیروز شد و همکنون در یمن تقریبا به نتیجه داره میرسه و در سوریه و لیبی به شدت هنوز ادامه داره. معلومه و مشخصه که جوانانی که واقعا این تغییر و این دیگرگونی رو شروع کردن، نه از کنم خدمت دیگر ستیزن و نه اینکه وابسته به سازمان‌های رادیکال اسلامی هستند و نه اینکه شعارهای افراط‌گرای قومی دارند، جوانانی هستند که میخواهند همچون جوانهای کشورهای مترقی از حقوق خود برخوردار باشند و این مسئله در مصر و در تونس واقعا ثابت شد. خیلی از سازمانهایی که فعال بودند و اسلامگرا بودند وقتی به اونجا رفتند با اون جوانان و اون مردمی که در میدانها بودند واقعا خود رو فاصله دار دیدن و فهمیدن که این جوانان دیگر اون جوانانی نیستن که با اینها میشه بازی کرد و میشه که بر اینها حکومت کرد. اینها خواهان عدالت انسانی بر هم دیگر است، خواهان قوانین مدنی و جامعه مدنی مترقی هستند. فکر کنم خاورمیانه به این به اون سو داره میره که کشورهای با قانونمند و با جامعه‌های مدنی و حکومت‌های دموکرات پیش میرن و قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی، قومی و مذهبی در این کشورها 100% به حقوق خودشون خواهند رسید. ایران آخرین سنگر دیکتاتورهای خاورمیانه است. سوریه وقتی فرو بپاشه یا سیستم در سوریه فرو بپاشه، ایران فکر کنم ستون فقرات خودش رو از دست خواهد داد و چیزی که بیشتر الان ایران رو میترسونه همون سقوط نظام حافظ اسد یا بشار اسد در سوریه است و چیزی که رژیم واقعا الان از اون ترسیده اون است. خواست
مردم ملیت های موجود در ایران و به اعتراضات آنان فکر کنم در مرحله دو میرسه، به خاطر اینکه رژیم اونا رو قادر سرکوب کنه. منتها چیزی که در سوریه داره اتفاق میکنه اون نمیتونه 100% اونجا رو سرکوب بکنه و به نفع بشار اسد ببره. در نتیجه من فکر کنم ایران آخرین سنگر دیکتاتورهای خاورمیانه خواهد بود و این سنگر 100% خواهد ریخت، 100% تسلیم خواهند شد این آخوندها و از اون بالا به زیر کشیده خواهند شد و در آینده نه چندان دور ما کشوری غیر متمرکز دموکراتیک و فدرال خواهیم داشت و بتونیم در کنار هم دیگر به حق تعیین سرنوشت ملیت‌های خودمون برسیم و این گفتمان کهنه پرستی و غیر انسانی و دیگر ستیزی که از بد و پهلوی اول شروع شد و تا به امروز اینا با رنگ و بوی ملی و مذهبی دارن اون ادامه میدن به آخر خودش برسه، خط خودش برسه و همه ایرانی ها و همه قومیت ها و ملیت های موجود در ایران و همه فرهنگ ها از حقوق خودشون برخوردار باشن. بله خیلی ممنون آقای کنانی، دبیر مرکز پژوهش عربستان ایران، با تشکر از شرکت جناب عالی در این برنامه. آقای اهوازی، به عنوان سخن پایانی در این برنامه چی میخواین بگین؟ 2 دقیقه وقت دارین به جوانان ایران، به جوانان ملت عرب در اهواز و حکومت جمهوری اسلامی میخواین چی بگین؟ در واقع میخوام این ندا رو بدم و این به اصطلاح آوا رو بدم به تمام مردم ایران و به خصوص جوانان کرد و عرب و بلوچ و هر کسی که برای آزادی و خواهان حداقل آزادی هستش، بگم که موجی که در خاورمیانه شروع شده این پایانی نداره و راه برگشتی نداره و محال ممکن است که به زمانهای 20 سال 10 سال حتی 1 سال پیش برگردیم و این ندا آزادی خواه ناخواه این حکم جهانی، حکم به اصطلاح منطق تاریخ داره پیش میاد و ایران را خواهد گرفت و همونطور که دوستمون گفت سنگر ایران هم بعد از سقوط سوریه به شدت به سر صدمه خواهد آمد. مردم ایران همگی بدانند هیچ چیز ابدی نیست، آنچه هم به قول گفتنی در دین هم آمده به قول یکی از محققین دینی، ظلم به کفر ممکنه بمونه با ادامه بزنیم ولی ظلم هیچ وقت بقا نخواهد داشت و ظلم سقوط خواهد کرد. آنچه که در ایران وجود داره همین ظلمی است که به زودی شاهد سرنگونی اون هم خواهیم بود. بله خیلی متشکر آقای یاسین اهوازی، با تشکر. در پایان لازمه که یادآوری کنیم خانم شیرین عبادی، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و کنگره ملیت‌های ایران فدرال و بسیاری دیگر از سازمان‌های حقوق بشری این جنایت و سرکوب‌های مردم عرب اهوازی را محکوم کردند. تا دیداری دیگر و تا برنامه صفحه دیگر، همه شما را به خدا می سپارم. بدرود.